سوال مطرح میکنم که اصلا آقای بازرگان واقعا این خرافات چجوری وارد دین شده و ما اصلا چجوری میتونیم این آفات و این خرافات رو از دین جدا بدونیم؟ بله، به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. مسئله آلوده شدن دین به خرافات در واقع میشه گفت مثل آلوده شدن آب چشمه، آب رودخانه به رنگ و بو و رسوبات مسیر هستش. آبی که از سرچشمه کوه جریان پیدا میکنه میاد بیرون اول خالصه، زلال هستش، ولی در طول مسیر که حرکت میکنه رنگ بستر رودخانه رو به خودش میگیره. پیامبرانی هم که مبعوث شدن سخنان توحیدی رو مطرح کردن، هر کدوم در زمان خودشون، در زمانی که مطرح میکردن با مخالفت ها و مقابله های مواجه شدند، ولی یواش یواش جا افتاده اندیششون، مردم پذیرفتند. ولی وقتی از دنیا رفتن یواش یواش مردم با شاخ و برگ هایی که به اون اندیشه اضافه کردند، دین رو به رنگ خواسته های خودشون، آداب و سنت های خودشون درآوردن. و میبینیم پیامبر بعدی که میاد دو مرتبه مبارزه میکنه با اون شاخ و برگ ها، با اون خرافات، با اون چیزایی که به نام دین جا افتاده. به تعبیری که دکتر شریعتی یادمه در گذشته میگفت که جنگ تاریخ عمدتاً جنگ مذهب علیه مذهبه، نه مذهب علیه بی مذهبی. همواره مذهب جدید که آمده مذهب قبلی در برابرش قرار گرفته، در حالی که پیامبران همه یک سخن میگفتن. یعنی مذهبی که شکل ارتجاعی به خودش گرفته، شکل تهجر و انحراف و خرافات گرفته، در برابر یه اندیشه نو معمولا مقاومت میکنه. همواره در طول تاریخ این چنین بوده. شما در انجیل وقتی میخونید میبینید که بخش عمده سخنان حضرت عیسی علیه متولیان دین یهود هستش، علیه کاتبان و فریسیان هست، کسانی که علمدار و متولی دین هستند، در حالی که اونا خودشون منتظر ظهور حضرت عیسی بودن. ولی میبینیم حالا احساس میکنن که اون منافع به خطر افتاده، اون سیادت، اون سروری، اون بزرگی که دارن با این اندیشه‌های جدید به خطر میفته. بخش زیادی از انجیل میبینیم که سخنان بسیار گزنده و شدید علیه کاتبان و فریسیان، در واقع همون طبقه ملاها، طبقه مثلا آخونده و روحانیونی که وجود داشتن قبلا. اسلام هم که وقتی میاد باز میبینیم که مخالفت ها از ناحیه همون طرف هستش، عمدتا پاسداران، حالا در خود عربستان اگر بگیریم متولیان مذهبی جامعه شرک زده عربستان، یا از اهل کتاب هم میبینیم اون طبقه شون در برابر اینها قرار میگیرن. به هر حال آفت دین همیشه در طول تاریخ خرافات بوده، تهجر بوده. این یه امر طبیعیه دیگه. به هر حال دین یک مسئله است که با توده مردم سر کار داره و به هر حال توده مردم هم سعی میکنن که به رنگ خودشون در بیارن. شما تو همین مسئله عاشورا یا مثلا نهضت کربلا اگر دقت بکنید، ببینید این اتفاق در عربستان افتاده، در کربلا افتاده، ولی این داستان منتقل میشه به ایران. با فرهنگ ما، با آداب و سنت‌های ما مخلوط میشه. از ایران در یه دورانی که عده‌ای از ایران مهاجرت کردن به هندوستان، منتقل میشه به هند. هندی‌ها این آداب رو از ایران میگیرن. حالا این آدابی که بخشیش مخلوط شده با فرهنگ ایرانی. قسمتی از هند شاید دو سه قرن حکومت ایرانی بوده، بعضی از ایالت‌های هند. بعد در فرض کنه جزایر ترینیداد، مزارع نیشکر که اونجا دوران در واقع بردهداری وقتی لغو میشه کارگرهای برده میذارن میرن اونجا، خالی از کارگر میشه. یه تعدادی از هندوستان کارگر انگلستان میبره اونجا. اینا از شیعیانی بودن که در پاکستان بودن، در اون ایالتهایی که شیعه زندگی میکرد. اینا همراه خودشون این آداب رو میبرن به جزایر ترینیداد نزدیک کوباست. یعنی یک
جریانی از عربستان آغاز میشه، میاد ایران، از ایران میره هند، از هند میره جزایر ترینیداد، اونجا با آداب افریقایی و مسیحی قاطی میشه. الان مراسم عزاداری محرم در جزایر ترینیداد شاید مفصلتر از قوم و مشهد ماست، اسمش هم هست فستیوال حسین. این مخلوط شده. حالا وقتی که آدم دقت میکنه میبینه یه آثاری از اون نهضت و جریان واقعی کربلا داره، ولی مخلوط شده با چندین فرهنگ. اصلا امروز آدم نمیشناسه اون کاری که دارن اونو انجام میدن. من منظورم اینه که دینم همینجوره، دین با فرهنگ ها و آداب و سنت های مردم مخلوط میشه، حالا شاخ و برگ های مختلف میگیره، خرافاتی هم که خب بوده یواش یواش داخل دین میشه. بنابراین دیگه امر طبیعیه، دین چون بخشش از فرهنگ یه جامعه، فرهنگ مردم هم لاجرم با توده ها ارتباط داره، همواره دین در معرض این خطر هست که شاخ و برگی بهش بچسبه به نام در واقع خرافات، که در واقع اصل دین، حالا چه دین یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه بودایی باشه، چه اسلام باشه، معلوم نیست که با اینها موافقت داشته باشه، ولی رنگ و رسوب بستر رودخانه رو در واقع میخواد بگیره. ولی خب ما چجوری این واقعا خرافات رو از دین جدا بکنیم؟ چجوری بفهمیم کدوماش حقیقت دینه، کدوماش واقعا بیس اصلیش بوده که تحت تاثیر جوامع و یا محیط های مختلف تغییراتی درش به وجود اومده؟ این چجوری ما میتونیم اینو تشخیص بدیم؟ خب برای تشخیص اینکه اصل دین چه هستش و چه چیزایی به نام شاخ و برگ و خرافات بهش چسبیده، باید رفت سراغ اصل و اساس دین. حالا فرض کنید اسلام اساسش در کتابشه، در قرآن، یا مسیحیت رو باید دید که در انجیل چه چیزی گفته شده، در یهودیت تورات در واقع، نه اون چیزایی که به نام دین حالا به عنوان تاریخ، روایات، احادیث، تفاسیر. باید اصل و اساس رو مراجعه